و اما مهمان دیگری که در کنگره 13 حزب کمونیست کارگری ایران شرکت کردند، مسعود اسدیان. خیلی خیلی خوش آمدید مجددا. خیلی خوشحالم که شما رو دیدم اینجا با لبخندی که در تمام این 3 روز به لب داشتید. دوست دارم که برای بینندگان این برنامه توضیح بدید تجربه که شما داشتید در این 3 روزه و اینکه چه نکاتی برای شما برجسته بود، چه مباحثی اینجا مهم بود برای شما برجسته بود که میتونه در مسیر مبارزه‌ای که داریم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی مؤثر باشه. من عرض ادب و احترام دارم، درود میفرستم به همه مبارزین ایران، خصوصا شما که توی اینجا در حزب کمونیست کارگری مشغول هستید و برای برنامه ریزی و تدوین همه موضوعاتی که در چارچوب مسائل اجتماعی ایران که الان حقوق همه انسانهایی که اونجا دارن در تنگنا زندگی میکنن تضییع میشه و خصوصا قشر کارگری که الان طبق آمارهایی که خودشون دارن میدن اکثریت ملت ایران زیر خط فقر هستن. اینجا نکاتی که برای من خیلی جالب بود یکی بحث شورا بودن این موضوع و قطعنامه‌ای که اینجا مطرح میشد آیتم با آیتم خونده میشد و جالبترین موضوعش برای خود من این بود که حتی روی واژه‌هایی که بار معنایی داره خیلی تاکید میشد، اصلاح میشد، با نظر جمع همه انجام میشد. اینا خب نشانه زیرساخت درست یک حزب رو نشون میده که آرا برای تک تک آدم ها محترم هست و برای این تفاوت رو من ندیده بودم که مثلا رئیس حزب یک صحبت بکنه، حرف اون مثل حکومت هایی که الان ما داریم میبینیم حرف یک نفر در اون رأس، اینجا اینجوری نبود، اصلاح میکردن همه به هر صورت خیلی منطقی بار معنایی رو تعریف میکردن برای هم و این زیبا بود برای من. و نکات دیگری که اینجا هستش برنامه ریزی های این حزب بود که در آینده چه برنامه هایی دارن برای جامعه، برای مردم، خصوصا الان گرد همایی ها، اعتصابات کارگری، انسجام دهی به این موضوعات، پیگیری کل موضوعات و اخبارهایی که به روز اتفاق میافته و همه در جریانش، همه احزاب در جریانش هستن و برای اون برنامه ریزی میکنن. خب قطعا یک انقلاب زن زندگی آزادی که اتفاق افتاده در ایران با مرگ مهسا امینی قطعا یک انقلابی هست که در سراسر دنیا انعکاس بسیار گسترده‌ای داشت. ما دیدیم که خیلی از رئیس جمهورهای خانم زن موهاشون رو قیچی کردن و در واقع تمکین کردن به این موضوع. این تداوم این موضوع نیازمند هدفمند بودن این جریان، میگن رودخانه مسیر خودش رو پیدا میکنه. قطعا اگه هدایتگر خوبی داشته باشه خیلی سریعتر بدون صرف انرژی و هدر رفتن زمان میتونه به سرانجام برسه و این حزب به نظر من با توجه به سوابقی که بوده، ما چون من از یه خانواده سیاسی بزرگ شدم از بچگی این رو میدونم، با عقل، درایت و منطق و پذیرش تمام موضوعاتی که در جامعه، یعنی در کف جامعه هست، همه اینا برخواسته، یعنی احزاب رو من میبینم برخواسته از کف جامعه هست، یعنی با درد تک تک انسان ها آشنایی داره و این برای من خیلی جالب بود و نکات خیلی زیادی که من اگه بخوام صحبت کنم فرصت. بله حتما. قبل از اینکه به صورت حضوری در این کنگره شرکت بکنید، خب آشنا بودید با حزب کمونیست کارگری؟ آیا همین تصور رو داشتید یا حضور در کنگره و آشنا شدن با رهبری حزب، اعضا و کادرهای حزب تصور شما رو عوض کرد و همین مباحث و همین نوع برگزاری کنگره حزب کمونیست کارگری؟ حقیقتا خیر. من تصوری که داشتم، خب فکر میکردم خب
یک جوری حالت مثلا خشک است و یه اشخاص خاصی اتاق فکر هستند و میشینن برنامه ریزی میکنن و بقیه باید اون رو اجرا کنن. ولی اینجا که اومدم دیدم نه، اصلا با تصوری که من از قبل داشتم تا اینکه حضورا الان ملموس هست برای من، دارم با چشمای خودم عینی میبینم، دیدم مثلا فضا اون نیست که در ذهن من بوده. فضا خیلی زیباتر، بستر بسیار خوب و منطقی و همه اجازه صحبت کردن دارن و اجازه تصمیم گیری. یک نفر میبینه مثلا حالا رهبر حزب یک قطعنامه رو تدوین کرده قطعا با مشورت، ولی یک نفر میتونه اون آیتم رو عوض کنه، میتونه نظر بده و جا بندازه. و عرض کردم چون واژه ها بار معنایی دارن دیگه، اونم تمکین میکنه و این خیلی قشنگ بود برای. خیلی خوشحالم که چنین تجربه داشتیم، امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم و انقلاب زن زندگی آزادی پیروزش رو جشن بگیریم. این مهمه که ما در کنار همدیگه باشیم. درصد. من در پایانم اینو عرض کنم که یکی از اعتقادات شخصی من اینه که این مثال رو برای چند تا از دوستانی که اینجا هستن زدم، گفتم تفاوت ما بین اقیانوس، دریا، رودخانه در اینه که اقیانوس ظرفیت پذیرش این و یک حزب به اعتقاد من باید ظرفیت پذیرش داشته باشه و پالایش کننده خیلی خوبی باشه که قطعا این با چشم اندازی که من دارم میتونه پالایش بسیار خوبی داشته باشه، گنجایش داشته باشه، احزاب دیگه‌ای بتونن بدن. و دیدم اینجا دیگر اندیشان هم اومدن صحبت کردن و اومده بودن این هست. من اعتقاد اینه که بیشتر گسترش داده باشه، باید دیگه متحد باشیم و برای یک هدف مشترک، سرنگونی نظام کثیف جمهوری اسلامی سیاسی اقدام کنیم. متشکرم از شما، به امید پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی.